خوشبختانه مهماندار هستیم با آقای حاجی شعیب اکبری، آشپز محلی افغانستان. در خدمت شما ایزان قرار داریم و در مورد غذاهای اصیل افغانستان و فرهنگ غذاهای خوب کشور ما بیشتر صحبت ها را با آقای اکبری می داشته باشیم. شما هم تا پایان بخش ما را همراه باشین و تنها نگذارین. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح بخیر آقای اکبری، خوش آمدید. سلام، صبح شما همچنان بخیر باشه و صبح تمام دوستایی که برنامه را ببینند هستن بخیر باشه. امیدوار هستم که روزهای سرد زمستانی را به خوشی و به خوبی سپری کنند انشالله. خب آقای اکبری، کتابی که نازم است کتاب شماست که به چاپ رساندین و بیشتر در مورد غذاها معلومات است، جونا میتونم آماده بسن انشالله. بعد از این پنج انگشتم پنج را خواد بود به دلیل کال کتاب نازم است و من یاد خواد گرفتم از این کتاب. میخواد بیشتر در ابتدا در مورد کتاب صحبت هایی داشته باشیم و بعدا میاییم بالای غذاهای محلی اصیل افغانستان که حالا چرا یکقدر تغییرات زیاد وارد شده در غذا و قبلا چیزهایی که نوش جان میشد حالا کم با کم تغییر انتخاب میشه. ولی در ابتدا میخواییم در مورد کتاب من بیشتر بشه. گپ خوب است انشالله که ابتدا در مورد کتاب معلومات میتیم بعد بریم سر فرهنگ غذای محلی افغانستان. قسمی که دوستا آگاهی دارن، ما نویسنده دو کتاب هستم که دو کتاب در بخش هنر آشپزی محلی افغانستان نوشته کردیم که یک کتاب به نام هنر آشپزی محلی از در سال 1393 به چاپ رسیده و کتاب دوم که در دسترس شما قرار داره به نام پخت‌پز غذاهای افغانی با زمین تدبیر منزل که کتاب داره سه فصل می باشه. فصل اول از آشپزی است، فصل دومش تدبیر منزل است و همچنان فصل سومش تصاویر غذا را گذاشتیم که در این کتاب غذایی را نوشته کردیم. غذای جدید است، غذایی است که خودم نوآوری کردیم، دوستای ما میتونن از غذای جدید هم مستفید شوند. بسیار خوب. خب میشه آقای اکبری در مورد فرهنگ اصیل غذاهای محلی افغانستان هم صحبت داشته باشین و در مورد اینکه چرا غذاهای بیرونی یا غذاهای دیگه جای همون غذاهای محلی افغانستان را گرفته بشه؟ خب بر همه ویدا است که افغانستان از جمله کشورهایی است که واقعا مردم با فرهنگ داره و یک کشور فرهنگی است. شما شاید که دمی شرایط فعلی که زندگی میکنیم، یعنی دمی قرنی قرار داریم، طرف اطراف رفته باشین میمون ببینین که چه یک پذیرایی میشین. اگر مثلا به خانه یک کشاورزتون برین، شاید که امو لحظه که برسین از شما به بسیار حالت خوبی و به پیشانی باز و به غذاهای رنگارنگ میزبانی میکنه. در ابتدا براتون یک شیرینی آماده میسازد، چیزی که در خانه آماده شدگی میداشته باشه میاره و بعد ساعت 10 بجه براتون بولانی پخته میکنه. بولانی یک غذای اوستانی افغانی است. نان چاشتم یک سفری وطنی انوار میکنه و امو غذای اصیل افغانی را آماده میسازه و با امو موادی که از خود افغانستان است، موادی که از امو دیقانی به دست آورده غذای خود آماده میسازه، با بسیار لبخند و محبت امو غذا را برتان آماده میسازه و در سفره میچینه و شما نوش جان میکنین، چه لذت داره. یعنی نمی فرهنگ در افغانستان در حدود چندین قرن رواج بوده و به اصطلاح مردم اینمطور یک فرهنگ داشته که هر غذای ما به یک وقت خاصی به یک وقت معین تعیین شده. به طور نمونه یادآوری میکنم، اگر ما در نظر بگیریم عید قربانه، در عید قربان ما غذاهایی داشتیم که مشخص به عید قربان بود، ما در هیچ وقت دیگه از او غذا استفاده کردن میتونستیم، اما به ویژگی که در عید قربان و غذا را استفاده میکردیم در دیگه زمانی نمیتونستیم. همینطور در عید رمضان ما غذاهایی داشتیم که مشخص به عید رمضان بود، میتونستیم در دیگه وقت هم استفاده بکنیم، اما اون غذای ما مشخص به عید رمضان بود که با اون ویژگیش در عید رمضان اگر اون غذا را ما آماده میساختیم و نوش جان میکردیم لذت چند برابر میشد. همینطور ما در سال نو که شب نوروز میشه یک دسترخوان در خانواده ها انوار میشه که مو غذاهای بهاری را آماده میسازن با مو افعالی که در نظر دارن، با مو گپی که در نظر دارن که امسال ما با می ویژگی ها سپری بکنیم آماده میسازن، نوش جان میکنه. یعنی افغانستان از نگاه فرهنگ که بالش فکر بکنی هر چیزی روی یک دلیل ابتکار شده، روی یک دلیل آمده. اگر ما در مورد از این صحبت بکنیم که مفلای روسی ما که قبلا در افغانستان انجام میشد چی ویژگی ها داشت، چی غذایی را نوش جان میکردیم، هر غذای ما یک دلیل خاص داشت. هر چیزی را که ما در مفلای روسی استفاده میکردیم یک دلیل خاص داشت، یعنی یک فرهنگ خاص داشت. همینطور میمونی ما که ما یک کسی را میمون میداشتیم و یک غذای خاصی را برش آماده میساختیم یک دلیل خاص داشت. مثل زمو شاید شما شنیده باشین بعد از یک پسر یا یک دختر روسی میکنه، زمانی که پس دوباره خانه پدرش میاد پایوازی سخن عامیانه ما
غذایی هست که مشخص به مو زمان است که وقتی او شخص میاد برش آماده میشه، مثل زمو در بعضی مراسم های دیگه است. دیگه فعلا جایگه همین غذاهای ما را غذای خارجی گرفته و 80% غذای خارجی گرفته که همون غذاهای ما فعلا در حالت یاد فراموشی قرار میگیره و فعلا از یاد مردم میره. ما از مردم خود خواهش ازیرا داریم که غذاهای ما غذاهایی است که در سطح دنیا بی‌نظیر است. از هر نگاه که ما بالاش فکر بکنیم بهترین غذا است، هم از نگاه فرهنگ، هم از نگاه طبابت، هم از نگاه از اینکه اگر ما از غذای خود استفاده بکنیم فایده های زیادی به دست ما میاد. فایده اولی که اقتصاد کشور ما پیشرفت میکنه، ما با استفاده از غذای ما میتونیم از مواد غذایی که در افغانستان دهاقین ما از او از زمین به دست میارن و در بازار عرضه میکنن، ما اگر از اون مواد در غذای خود استفاده بکنیم اقتصاد کشور ما پیشرفت میکنه و همه فرهنگ ما یا همه غذاهای ما تازه نگهداری میشه به نسلهای بعدی که هیچ وقتی از بین نمیره و هیچ وقتی از دید مردم پنهان نمیمونه. بله واقعا که ما غذاهای محلی خیلی خوشمزه داریم. نگفته نباید ما نسبت از دیگه کشورها کرده بس. چی ترکاری باب هست، چی هم گوشت هست، هر غذایی که در افغانستان است یا بس. ترکاری باب یا هر چیزی که هست طبیعی است، خیلی خوشمزه است. ولی من در خارج از کشور هم که دیدیم آنچنان ما خوشمزه ای که در افغانستان است در خارج از کشور نیست، گویا هیچ مزه ای نداره اصلا. ولی ما نمیدونیم باز هم چرا میخواهیم که غذاهای خارجی را تجربه کنیم نه افغانی خود ما را. قبلا شما هم آقای اکبری اشاره به این داشتین که زمانی که یک میوان میومد لطف میکردن شیرنی و بعدن بولانی بود و بعدن یک سفره خیلی خوبی انوار میشد. حالا که خانه کسبری فقط همون چای است، بعدن میگه خب چاش تست چی برات آماده بسازم. این پرسیدن است که یعنی همون فرهنگ خارجی جا افتاده در افغانستان همچنان که دوست ندارن زیاد مهمان و مهمانی را. ولی در یک چیزی که ما مردم مشهور هستیم اون مهمان نوازی هست که افغان ها تمامشان مهمان نواز هستند و آرزومند هستم پس همین فرهنگ مروج شد و بیشتر میخوایم در مورد غذاهای اصیل افغانستان هم صحبت هایی داشته باشیم. کدام غذاها هست که تا اکنون هم پا بر جا هست و باید فراموشی سپرده نشده. خب قبل از اینکه سر سوالتان برم ابتدا در مورد سخنان اولتان یک کوتاه اشاره میکنم. در افغانستان زندگی میکنیم، از یک ولایت تا دیگر ولایت غذایش فرق میکنه، آب و هوایش فرق میکنه. این ما باید بدانیم که از افغانستان ما که یک غذایش تا از یک ولایت تا دیگر ولایت غذایش فرق میکنه، از یک کشور تا دیگر کشور مطمئن هستیم که فرق میکنه. هر کشوری که آب و هوای متعدل داشته باشه، هر کشوری که سرسبزی و زراعت بیشتر داشته باشه، آب شیرین داشته باشه، با مو اندازه موادش خوشمزه و چی میگن خوش رنگ و خوشبو می باشه که در هر غذایی رو استفاده بکنی غذا رو چند برابر خوشمزه می سازه که به می دلیل از غذای افغانستان در سطح دنیا بی‌نظیر است. و بعد میم سر سوالتان، غذاهای افغانستان به چهار دسته تقسیم شده. غذاهای دسته اول غذاهای بومی است، غذاهایی است یعنی در حدود قرن‌ها پیش در افغانستان رواج بوده، مانند اوماج، پایتی، دلده، مثل زمین دیگه غذاهای دست دوم غذاهای محلی است، غذاهایی است یعنی به یک محل خاصی ربط داره، یعنی در یک محل خاصی او غذا استفاده میشه، مانند انواع و اقسام شرباها که قابلی شرباها نه خیر نه غذای سنتی است، انواع و اقسام شرباها که از لبنیات آماده میسازند، از اوبات آماده میسازند، از انواع گوشت ها آماده میسازند، اینا غذاهای محلی است که در یک محل خاصی آماده میشه. بعد دسته سوم غذاهای سنتی است، یعنی غذاهای سنتی در سطح افغانستان استفاده میشه، مانند شوربای چارکاری، مانند قابلی ازبکی، مانند آشک، مانند منتو، مانند شوله غوربندی، اینا غذاهایی است که در سطح افغانستان مروج است. و غذاهای دسته چهارم غذاهای مناسبتی است که قسمی که پیشتر یادآوری کردم ما هر مناسبت خاص خود داریم، در هر مناسبت خاص خود غذای خاص خود استفاده میکنیم. اینا رو میگیم سر سوار شما، غذاهای اصیل افغانی و نمو غذاهایی است که از مواد طبیعی خود افغانستان آماده شده و مو طریقی که مردم در زمانه قدیم میمانه خود پذیرایی میکرد به اون طریق استفاده شد و غذای ملی افغانستان است که فعلا هم در بعضی از مناطق افغانستان همی غذاهای اصیل افغانستان استفاده میشه با مواد طبیعی افغانستان که یک لذت خاصی را داره که اگر تو در افغانستان بیای در کابل زندگی کنی، در افغانستان بیای در کابل، اگر تو غذا را با غذاهای کابل چی میگن
مشابه بسازید، شاید که چند برابر نسبت به غذای کابل تفاوت داشته باشه. چون تفاوتش دهی است که در کابل غذاهایشان مواد خارجی را استفاده میکنند، اما دیگه ادراف بری یا در یک قدری بری از اون مواد طبیعی خود افغانستان استفاده میکنند. کور ما غذای اصیل افغانی گفته میتونیم. خیلی بسیار خب آقای اکبری، میشه در مورد تاریخچه غذاهای افغانستان هم صحبت داشته باشین؟ و در مورد این که ما در سالهای قبل شاهد بودیم که بسیار به شوق و علاقه زیاد غذاهای افغانی را پخت و پز میکردن، ولی فعلا در همو مواد که استفاده میکنن همچنان کیفیت یا که اوقدر شوق علاقه نسبت به غذاهای افغانی هم نیست، بیشتر در این مورد هم صحبت داشته. خب تاریخچه غذای ملی افغانستان قسمی است که بعضی غذاها در افغانستان آمدگی است، یعنی در افغانستان آمده، اما بعضی غذاها از خود مردم افغانستان بوده. قسمی که پیشتر یادآوری کردم مثل اوماچ و پایتی و دلده و اینا غذاهای بومی افغانستان است، یعنی اینا در افغانستان بسیار قدامت تاریخی داره. بعد غذاهای ملی که همین مثال دیگر هم یادآوری کردم غذای ملی افغانستان بوده، اما بعضی چیزها هست که در افغانستان آمدگی است و تر نمونه من یادآوری میکنم. مثال علوه زردک یک غذای آمدگی است، یعنی از کشور بیرونی آمده فعلا در سطح دنیا استفاده میشه، در افغانستان هم استفاده میشه. مثل زمی از انواع املت ها که غذای سنتی دنیا است فعلا در افغانستان هم استفاده میشه. به طور نمونه چای یک نوع نوشیدنی ایندی است که در زمان امان الله خان داخل افغانستان آمد و مورد استفاده قرار گرفت. قبل از این ما از چیز دیگر استفاده میکردیم، از شیر استفاده میکردیم. یعنی غذای آمادگی است. یعنی تاریخچه از این اگر ما بالش فکر بکنیم و در موردش عرف بزنیم شاید که به یک برنامه گنجایش نباشه. و سوال دومتان که جایگاه غذاهای ما را چرا غذای خارجی گرفت؟ دقیقاً همین قسمت سوالتان. خب این مشکل فعلا مشکلی است که مردم میره بر خود ایجاد کرده، و اگر ما از امو غذای اصیل افغانی خود استفاده بکنیم و در کشورهایی را ببریم و مردم چی میگن علاقمند بسازیم و بر مردم انگیزه ایجاد بکنیم که بیشتر از غذای خود ما استفاده بکنن، هیچ وقتی غذاهای ما را هیچ غذای جای غذاهای ما را گرفته نمیتونه و نمیگیره. و اگر ما علاقمندی نشان بدیم به غذای خارجی خود به خودی از بین میره و خود به خودی را مردم چی میگن از یاد میبره. اما بازم جای شکر است، بازم جای افتخار است که زیاد از دوستا هستند، از هموطنان ما هستند، افغانی ما هستند که علاقمند غذای ملی افغانستان هستند، حتی در خارج از افغانستان زندگی میکنند. زیادتر مردم انگیزه برش میتن که از غذای ملی افغانستان استفاده بکنه، اما بعضی کسایی که از اونا گلمند هستیم آرزوی ازیر داریم کنام رو بیارن به غذای ملی افغانستان، روزی برسه که غذای ملی افغانستان در سطح دنیا به معرفی گرفته شد. بله واقعا انشالله همین گونه باشه، چون ما شاهد رستوران های بیش از حد هستیم در کابل که هر کدامش به نحوه یعنی میخواین که غذاهای خارجی باشه. چون بیشتر خارجی ها میرن یا هم افغانی هایی که میخواین غذاهای خارجی نوش جان کنن، تجربه نو از برشان. ولی را فراموش نکنیم که غذاهایی که ما داریم متفاوت از غذاهای دیگه کشور است، باید همیشه استفاده داشته باشیم. شما گفتین که در روزهای مناسبتی غذاهای مختلفی بود که مخصوص همو محفل بود. حالا ما که میایم میبینیم همو چیزهایی که در یک محفل عروسی منوی غذاییش میباشه و بعدا به ختم هم همو غذا میباشه و اگر محفل هم در خانه میداشته باشن همو غذا هست. ای که یک نواخت غذا شده، حالا مشکل عمده در کجا است؟ چون تنوع و تغییرات در زندگی یا در تمام عرصه خیلی مهم است. خب قسمی که پیشتر من یادآوری کردم که ما هر غذایی داریم یک وقت خاصی به یک وقت معینه تعیین شده. به طور نمونه یادآوری میکنم محفل عروسی و شینخوری اینا رو کنار میگذاریم. میم سر مناسبتی که هم مردم افغانستان تجلیل میکنه. ما رمضان سپری میشه روز اول عید میه. در افغانستان چند سال قبل، یعنی زیاد دور هم نه، چند سال قبل زمانی که روزه تمام میشد روز اول عید میشد، در خانه ها اوماچ زرسرک آماده می ساختن. بعد از اینکه سی روز روزه تمام می شد و امو میده و روده ها و اینا مقاومتشان در مقابل غذاهای ثقیل ضعیف می شد، امی خانواده ها اوماچی را به نام زرسرک آماده می ساختن که دمو امو زرسرک هم انداختن که هر کسی از طرف وجودش کدام مشکل می داشت یا کدام گپی می داشت این غذا رو نوشی جان می کرد، دیگه هیچ مشکلی برش رخ نمیداد. اما اکثریت باکتریایی که در قسمت وجودش نیمه جان باقی میمون اونا را هم از بین می برد.
که دسترخوان انوار میشد و با بسیار صمیمیت و محبت امو غذا را نوش جان میکردن. اما امروز ما شما میبینیم که مکمل از بین رفته. حتی یک غذا را قسمی آماده میساختن که در پیشه مساجد دیگه بسیار بزرگ بزرگ همی موندن، کسی که از مسجد میبر آمدن و به بسیار علاقمندی و به بسیار اشتیاق و به بسیار محبت غذا را نوش جان میکردن. اما فعلا از بین رفته. به طور نمونه زمانی که یک دختر خانم عروسی میکرد خانه شوهرش میرفت، امروز عروسی از اینا خانواده عروس بر از چیز جور میکرد، گلاب جامن که ما گلاب جامن میگیم و مردم هند میتویی میگن که اصلا از ما است، اصلا گلاب جامن از ما است. یک دلیل خاص داشت که چرا گلاب جامن برای یک خانم دختر خانم پخته میکردن و گرفته خانه شوهرش میرفت و بعد دوره برای مردم توضیح میکردن و بعضی گپ های دیگه داشت. اما فعلا از بین رفته، درست نه؟ مثل زمین ما در شب نوروز از غذاهای مختلف استفاده میکردیم، از ماهی استفاده میکردیم، از گوشت خروس آماده میساختیم و سبزی پلو آماده میساختیم و سبزی چلو ببخشین از سبزی استفاده میکردیم. اما فعلا از بین رفته، یعنی نواخت شده. مثل زمین اگر ما یک محفل کوچکی می داشتیم یا سالگیره می بود یا مثلا یک پایوازی می بود که همو دعوت خصوصی میگن یا مثلا یک تقجمی می بود، غذای خاصی را آماده می ساختیم. اما فعلا کلی شک نواق شده. خب تاثیر زمین است که فرهنگ ما رو به فراموشی می ره و غذاهای ما رو به فراموشی می ره. ما گلمندی از مردم خود داریم. بله واقعا از بس این گونه نباشه و بالاخره غذاهای اصیل افغانی خود ما نوشجان شو استفاده شو. ممنون از شما آقای اکبری، سلامت از شما که دعوت کردید. یک جان سپاس از دعوت زنده و سلامت شما. حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی رو با هم یکجا تماشا میکنیم. دوباره برمیگردیم، با ما باشین و ما را تنها نگذارین.